حامی این برنامه روبه گوجه فرنگی دلپذیر. سلام عزیزا، خوش آمده به برنامه آشپزی. باز هم در خدمت شما هستیم و میخوایم امروز بر شما یک غذای خوبی هم آماده بسازیم. کسی که خواسته بودن گفتیم امروز مکرونی همراه با گوشت کوفته آماده کنیم. در کنارش اگر یک کمی از چی میگن لوبیای دلپذیر هم داشته باشیم بسیار خوب میشه و طعم خوبی را برای خود میگیره، ذائقه خوبی می داشته باشه. از رب دلپذیر هم استفاده میشه، از لوبیاش هم استفاده میشه و یه گوشت هم هست، مکرونی هم هست و بعضی مصالحا و بعضی سبزیات دیگه هم داریم که از اونها میخوایم که استفاده کنیم. کسی که علاقه مند هستن و کسی که میخوان که همین رقم از میز غذای بسیار مزه‌دار و لذیذ و تندار آماده بسازن رفت میریم مواد لازمش هم میبینیم و برمیگردیم. مکرونی همراه با گوشت کوفته. مکرونی، گوشت کوفته، روغن، پیاز، روب دلپذیر، سیر، مرچ سیاه، نمک، زردک، مرچ سفید، اوریگانو، مرچ سرخ و مرچ دلمه. من خواستم این مکرونی ها را زودتر نرم کنم و اینا را به نام پینی پاستا میگم، یعنی مکرونی گکای نیچه خوب و بسیار مزدار مزدار آمده شده ای آمده میشه مکرونی نیچه و همچنان گوشت بسیار سرخ تازه و سر دیبلن شد سرخوش دیگه میگذارم بخاطر از این نمیخوایم که روغن باد شما. گوشت اول سرخ میکنیم، وقتی گوشت سرخ شد و آماده شد بعد از او دیگه موادش اضافه میکنیم به خاطر از اینکه خوب آماده شد و ذائقه و طعم خوره برای خود بگیره. خب اینا رو میگذاریم همین رقم تا یک کمی آماده شان و تا وقتی آماده میشه اینجا ما پیازی که میخوایم استفاده کنیم فقط از وسط نصفش میکنیم و همین رقم بسیار نازک 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 برش میکنیم. گوشت یک کمی وقت سرخ شد ما میخوایم با طرف گوشت و پیاز یک جا گوشت آماده بسازیم، چون پیاز هم فواید زیادی داره پس باید که گوشت هم همراه با پیاز یک جا آماده شد و بعد از اون نوبت میرسه به سیر و چون که مساله و دیگه موادش بعدن، ولی برای فعلا به خاطر از اینکه ما بتونیم خوبتر آمدش کنیم و به شکل درست آمدش کنیم تا مزی خوبی رو برای خود داشته باشه باید که همین رقم سرخش کنیم. سیر فقط مخدر اضافه میکنیم، نمیخوایم مخدر زیاد چشم سیر داشته باشم. یک سیر، دو سیر، سه و یام چهار. وقتی گوشت سرخ میکنیم باید خوشبوی زیادی از سیر به خود داشته باشم. پیاز هم نرم میشه، دیگه موادش هم آماده میشه و منتظرش میباشیم تا سیر و گوشت و دیگه مواد یک جا آماده شه. یک کمک نمک اگر همین لحظه اضافه کنیم گوشت خوب و مزه دار آماده میکنه و پیاز هم نرم میشه. خب همه خدر نمک بس و یک کمک هم پودر مرچ سیاه. مرچ سیاه هم خوب است. خب در جریان سرخ کردن گوشت وقتی مرچ سیاه اضافه کنیم خوشبوی و طعمش ده برابر زیادتر میسازه. این مواد را همیشه اضافه میکنیم، آماده میسازیم و بعد از اینکه مکرونی آماده شد تایر هم داخلش اضافه میکنیم، مخلوطش میکنیم و نوبت نوشجان کردنش است. و میخوایم کمی سبزی هم داشته باشه. ما یک دونه دیگه مانده که ایرام از اینجا بس این هم اضافه میکنم و همین رقم همراه با گوشت و دیگه مواده یک جا آماده میشه و مخلوطش میکنیم تا وقتی که این مواد همه آماده شد و بعد از اون نوبت قرمش میرسه که همراه با روب دلپذیر آمادهش میکنیم.
چیز؟ اوریگانو. اوریگانو. یعنی از این چوبک های خوشبو کننده گوشت. تو باور کنی که وقتی شما غذا آماده میسازی خصوصا گوشت میباشه چی شوربا آماده میکنی، چی کباب گریل آماده میسازی، هر گوشتی که آماده میسازی از این چوبک ها داخلش اضافه کنی، بسیار خوشبو خوش طعمش میکنه. یعنی باور کنی که 90% ذائقهش تغییر میدن. مرچ تند هم اضافه میکنیم، همکارایم امروز میگن که ما میخواییم از این غذای تند استفاده کنیم تا تندتر شده و گرمیست، میگن اما گرمی را هم گرمی میبرداره، یعنی اما همه گرم و امی مرچ تند و در جای باشن که هوا گرم باشه، ایسی هم نباشه، یک نفر خودش بخوره و دیگه نفر روشه پاک کنه. امیر خمیر گفتم روبه بسیار خوبی است که شما میتونی غذای بسیار خوب با این روبه دلپذیر آماده بسازی. میفهمی همین تو که نامش دلپذیر است، واقعا دلپذیر هم است. کسایی که استفاده کردن میفهمن، کسایی که استفاده نکردن دیگه شاید بگن که خوب شاید، ولی من میگم شاید نی 100% استفاده کنی بعدش میفهمی. یکی خوب غلیظ است و هر وقت سرپوش باز میکنیم یک عطر و بوی بسیار تازه و خوبی میداشته باشن. مخلوطش میکنیم، ما میخواییم یک کمی دیگه هم داشته باشه لعابدار خوبتر آماده شود. حالا هم آماده داره، یعنی راب، مرچ، پیاز، گوشت و باقی مانده موادی که هست همیشه باید که خوب مخلوط کنیم. انرژی که داخل این مکانی یا باشه دور شد اقلا به یک اندازه باید استفاده کنیم. به اندازه یک ملخ اضافه میکنیم، مخلوطش میکنیم، مخلوط میکنیم و میگذاریمش تا خوبتر و بهتر آماده شود. غذایی که ما میخواییم آماده بسازیم کاملا آماده باشد، طعم خوبی داشته باشد، ذائقه خوبه، تزیین خوبی داشته باشد و 100% آماده هم شده باشه، که غذایی که آماده میسازیم 100% پخته میشده باشه. و این هم مکرونی بسیار مزه‌داره که همراه با کمک روغن و نمک ما داخل دیگه اضافه کردیم و جوشاندیمش. و این مکرونی ها را به نام مکرونی ایتالوی، یعنی مکرونی نیچه ای ایتالوی، اینا بزرگترین وقت خمیرک نمیشه، بزرگترین وقت خراب نمیشه و یکان جنجال که داره کمک دیر وقت باید نرم میشه، یعنی باقی مانده. مکرونی که هست در ظرف 8 تا 9 دقیقه آمده میشه، ولی این مکرونی که هست فکس 12 الی 14 دقیقه وقت میگیره تا آماده شده. پس فرق نداره، هر چی کیفیت خوبتر داشته باشه فرق نداره، 8 نه 12 بر 4 5 دقیقه دیگه چیزی نمیشه. 4 طرف مکرونی جذب کنه، نمانه که باز به جذب خواه خدا خمیر رک بسازه. همین شکل شما هم یک غذا آماده بسازی به اندازه که ضرورت داشتی و به اندازه که استفاده کردی خوب خوب باقی مانده شما میتونی داخل یخچال نگهداری کنی، هر وقت دلتان شد فقط گرمش کنی و بس بعدش نوش جان کنی. من یک دانه مرچ دورمه را بیارم و ای هم یک دو تک خورده دیگهش کس که ای را میخواییم خوب نازک نازک آماده بسازم. بالایش به اندازه 4 الی 5 قاشق ماست خوب غلیظ اضافه میکنیم داخلش و بعد از او یک پنجه و یک قاشق برداشته نوشجان میکنیم. بسیار کیف میکنه، بسیار لذیذ و طعم دار آماده میشه. میبینی که حال رنگ خوبی را گرفت. غذایی که آماده ساختیم یعنی باور کنیم بسیار مزه دار آماده شده، خوشبوی خاصی که برای خود داره که مصالحه زیاد اضافه نکنیم، فقط مرچ سیاه و نمک و گوشت. همین رقم همیشه سرخ میکنیم و میگذاریم. گفتم همین رقم یک بشقابه که من برای خود آماده بسازم، فقط چی کم بود داره؟ ماست. این قسمتش اضافه میکنیم. بس یک غذا کاملا لذیذ مکمل با
با مزه و همچنان با طعم بسیار خوبی که همراه با گوشت آمده ساختیم. یعنی ویتامین های بسیار خوبی از داخلش، نسایسه هم داره، پروتئین هم داره، ویتامین بی سی 12 6، اگر همیشه اضافه کنم یاد کنم زیاد میشه. این بود برنامه امروز، تا برنامه بعدی شما را به خداوند پاک می سپارم. شاد و موفق خوش و خوشحال باشی. خداحافظ. حامی این برنامه گوجه فرنگی دلپذیر.